درود بر شما بینندگان گرامی شبکه جهانی پارس. من لیلا هاشمیان هستم و در این ساعت با مشروع خبرهایی از ایران و سایر نقاط جهان در خدمت شما عزیزان خواهم بود. امروز شنبه 11 جولای 2023 میلادی برابر است با 20 تیر ماه 1402 خورشیدی. شماری از بازنشستگان کشوری امروز شنبه در اعتراض به وضعیت معیشتی خود در مقابل دفاتر صندوق بازنشستگی کشوری تجمع کردند. تجمعات بازنشستگان کشوری با فراخوان قبلی فعالان بازنشستگان در شبکه‌های اجتماعی از جمله در یزد، اردبیل، نورآباد، سنندج، ممسنی و کرمانشاه برگزار شدند. بر اساس فراخوان‌ها قرار بود که تجمعی نیز در میدان فاطمی تهران برگزار شود، اما تا بعد از ظهر شنبه خبری در مورد برگزاری تجمع در تهران منتشر نشد. خبرگزاری ایرنا در مورد این تجمعات به نقل از بازنشستگان نوشت که حقوق آنها برای گذران زندگی کافی نیست. آنها گفتند که همسانسازی حقوق بازنشستگان وعده ای است که محقق نشده و بازنشستگان توقع دارند تا قبل از پایان تابستان این قانون با بودجه و اعتبار کافی اجرایی شود. به نوشته ایرنا، تجمع کنندگان خواستار بهبود وضعیت معیشت و افزایش سطح خدمات رفاهی هستند. سپیده قلیان، فعال مدنی زندانی در اوین، به 2 سال زندان و 2 سال محرومیت از چند حق شهروندی محکوم شده است. شبکه خبری امتداد سه‌شنبه 20 تیر ماه گزارش داد که سپیده قلیان، فعال مدنی که در بند زنان زندان اوین به سر می‌برد، علاوه بر 2 سال زندان، به منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی، ممنوعیت استفاده از تلفن هوشمند و منع اقامت در تهران و استان‌های همسایه به مدت 2 سال محکوم شده است. وبسایت کولبر نیوز هم به نقل از مهدی قلیان، برادر سپیده قلیان، گزارش داد که محکومیت مجدد خواهرش به 2 سال زندان به اتهام توهین به رهبری است. آیدا شاکرمی، خواهر نیکا شاکرمی، نوجوان کشته شده در اعتراضات 29 شهریور در بلوار کشاورز تهران، چند تصویر تازه از حضور نیکا در اعتراضات در حساب کاربری اینستاگرام خود منتشر کرده است. در این تصاویر نیکا با سطل آشغال واژگون شده ای در خیابان پیشاپیش جمعیت معترض ایستاده و در اعتراض شال خود را آتش زده است. خواهر نیکا ضمن انتشار این تصویر نوشت: نیکای من، تو هیبت جانیان بیرحمی رو با آتش کشیدی که با تناب پوسیده جهالت مدت هاست که زندگی رو به دار آویختن. تو دلیل رنسانس بعد از سیاهی و نکبت قرون وسطایی، تو خود زندگی هستی. او نوشت که با دیدن این عکس ها احساسات عمیق و متفاوتی حس می کند و می تواند تا ابد از آنها حرف بزند. همزمان با انتشار این تصاویر، نسرین شاکرمی، مادر نیکا، ویدیویی از همخوانی سرود حماسی دایا دایا وقت جنگه بر مزار نیکا در روز 40 او منتشر کرده است. عکس‌هایی از جسد پیمان مامحمدی گلوانی، زندانی کردی که اخیراً در بازداشتگاه ارومیه جانباخت، منتشر شده که حاکی از شکنجه شدن اوست. این عکس‌ها در حالی منتشر شده که مقامات قضایی جمهوری اسلامی مدعی شدند که پیمان مامحمدی گلوانی به علت بیماری فوت کرده است. 4 قطعه عکس از قسمت‌های مختلف پیکر پیمان گلوانی منتشر شده که خونریزی بیرونی و کبودی زیاد روی بدن او را نشان می‌دهد. در یکی از عکس ها مشخص است که کمر آقای گلوانی شدیداً کبود شده است. همچنین در یکی دیگر از عکس ها مچ پاهای او زخمی شده است. در یک عکس از سر او خون جاری است و در عکس دیگر دست های کبود او نشان داده می شود. فعالان حقوق بشر پیشتر خبر داده بودند که کشته شدن پیمان گلوانی 2 هفته بعد از بازداشت بر اثر شکنجه در بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه بوده است. خانواده ایمان ولدبیگی، معترض 42 ساله ناپدید شده بعد از مسابقه فوتبال ایران و آمریکا، خبر دادند که با وجود گذشت بیش از 7 ماه از ناپدید شدن فرزندشان، هیچ اطلاعی از وضعیت یا محل نگهداری او ندارند. مجتبی ولدبیگی، پدر ایمان ولدبیگی، که از افراد حاضر در جبهه‌های جنگ 8 ساله ایران و عراق بوده، گفته است پسرم مهندس مکانیک است و در اعتراضات سال 1401
حضور داشت. حتی در خانه برای ما نحوه حضور در تظاهرات را تعریف می‌کرد و جزئیات رخ داده در خیابان‌ها را می‌گفت. او در تشریح اتفاقاتی که روز 9 آذر ماه سال 1401 برای فرزندش رخ داده گفت: ایمان بعد از مسابقه فوتبال بین تیم‌های ایران و آمریکا به خیابان رفت و تلفن همراهش را با خود نبرد. از آن شب به بعد دیگر هیچ خبری از او نداریم. مجتبی بلدبیگی با اشاره به پیگیری‌های مکرر خانواده افزود: بعد از 223 روز پیگیری مداوم و مراجعه به کلیه مراجع قانونی تهران، هیچ گونه خبری از او کسب نکردیم و ارگان‌های اطلاعاتی پاسخ قطعی و کتبی به ما نمی‌دهند. وی درباره تجربه خود از مراجعه به نهادهای قضایی گفت: کارمندان دادسرا به من می‌گفتند نمونه‌های مانند ایمان زیاد هستند و تعداد گمشده‌های اتفاقات پاییز 1401 بالاست. خانواده بلدبیگی اما همچنان به دنبال کوچکترین روزنه امیدی هستند تا خبری از سلامت فرزندشان به دست بیاورند. علی روحی، پدر حمیدرضا روحی، از کشته شدگان خیزش انقلابی شهروندان علیه جمهوری اسلامی در دادگاهی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی محاکمه شد. جلسه دادگاه علی روحی صبح روز 20 تیر ماه در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری برگزار شده است. او پیشتر و در روز 20 فروردین ماه به قید وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود. به نظر می رسد که تفهیم اتهام اجتماع و تبانی برای برهم زدن امنیت ملی به علی روحی به دلیل بازداشت او در روز 17 فروردین ماه به دنبال دعوت از مردم برای حضور در مراسم تولد فرزند کشته شده اش باشد. شامگاه 16 فروردین ماه مردم در شهر زیبا و در خیابان‌های اطراف خانه حمیدرضا روحی تجمع و تظاهرات اعتراضی برپا کردند. در تجمع منطقه شهر زیبا، شهروندان معترض پرچم جمهوری اسلامی را به آتش کشیدند و شعارهایی همچون حکومت بچه کش، نمیخوایم نمیخوایم، مرگ بر خامنه ای، لعنت بر خمینی، آزادی 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 و قسم به خون یاران ایستادیم تا پایان سر دادند. مردم همچنین با قرار دادن دستگل‌هایی در مقابل خانه این جوان کشته شده در شب تولد 20 سالگیش ترانه بارون اومد و یادم داد را به یاد او همخوانی کردند. رسانه‌های ایران از بروز مشکل در پاسپورت علی اکبر رائفی پور، چهره نزدیک به حکومت در سفر حج به عربستان، خبر دادند و یک فرد نزدیک به او هم گفته است که پلیس سعودی می‌خواهد که او را تحویل بگیرد. فردی با عنوان مهدوی، مسئول دفتر رائفی پور، در این ارتباط مدعی شده که طرف عربستانی بدون هیچ گونه همکاری مایل به تحویل گرفتن علی اکبر رائفی پور هست. رائفی پور بعد از توقیف در فرودگاه به کنسولگری جمهوری اسلامی منتقل شد. مهدوی در ادامه ادعای خود افزوده که کنسولگری جمهوری اسلامی تا کانون مانع تحویل این فرد به مقامات پلیس عربستان سعودی شده و پاسپورت و ویزای علی اکبر رائفی پور با همین نام و به صورت عادی بوده است. اما همزمان نشریه پیام اقتصاد نوشته است که گفته می شود بازداشت رائفی پور در عربستان ارتباطی به سخنان وی در سرزمین بهج ندارد و مشکل بر سر پاسپورت وی است. علی اکبر رائفی پور که نام دقیق و تحصیلات او مشخص نیست، از سخنرانان مذهبی سیاسی دهه های اخیر است که از حمایت علنی نهادهای نظامی و امنیتی جمهوری اسلامی برخوردار است. مهدوی، مسئول دفتر رائفی پور، همچنین گفته است که او همراه با شخصیت های مهم و نمایندگان مجلس به عربستان رفته و هنگام سوار شدن به هواپیما طرف عربستانی مانع فقط سوار شدنش شده و اعلام کردند که تصویر وی استعلام نمی شود. وی همچنین اظهار داشته که امروز دوشنبه قرار است که حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، شخصا با وزیر خارجه عربستان در رابطه تماس بگیرد. این ماجرا با واکنش هایی در فضای مجازی هم همراه بوده و برخی کاربران علت آن را پاسپورت تقلبی، برخی هویت جعلی با تلاش برای فرار به کشوری دیگر و ایده‌ای هم سخنان تند این چهره مورد حمایت حکومت ایران دانستند. در این میان مسئول دفتر رائفی پور از بچه های مصاف و طرفداران ایشان خواسته که فعلا خیشتنداری کرده و پرچم آتش نزنند و در این حال شلوغ کاری هم نکنند. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. سا
سرشناسترین وکیل جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی. تصادفات اتومبیل، موتورسیکلت، صدمات بدنی، حمله حیوانات، زمین خوردگی. در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی کادر قدرتمند ما برگ برنده شما بر ضد شرکت های بیمه خواهد بود. فقط و فقط یک نام، دکتر کامران یدیدی. 818-999-99-99. معتبر، برا. شمایی که بیزینس رو در دوران سخت و طاقت فرسای کرونا حفظ کردید و حقوق تمام کارمندانت رو به طور کامل پرداخت کردید، حالا نتیجه اون رو ببینید. دولت به شما در ازای هر کارمند 26,000 دلار پرداخت میکنه. بله، 26,000 دلار. آیا شما در زمان پندمیک باز بودین و حقوق پرسنلتون رو پرداخت میکردین؟ بله، ما در زمان پندمیک باز بودیم و به همه کارمندان و کارگرامون حقوق پرداخت میکردیم و همه اونها روی پیرول بودن. فقط با تکس رزولوشن پلاس مشاغل خود را زنده و پویا نگه دارید. خدا رو شکر IRS از طریق ERC بابت هر کارمند و کارگر به ما تا مبلغ 26,000 دلار پرداخت کرد که ما ازشون خیلی متشکریم. 866-900-9001. پنیر پیکنیک تهیه شده در اتریش از شیر کاملا طبیعی، یکی از پرطرفدارترین محصولات کراجان می باشد. در هر سن و سالی که هستید، صبحانه، نهار و یا شام خود را با پنیر سالم و مقوی پیکنیک تکمیل تر کنید. پنیر پیکنیک را می توانید از تمام سوپرمارکت ها خریداری کنید. پنیر پیکنیک، بهترین بهترین ها. صدای شما در دادگاه مهم است. هموطن، شما برای حل مسائل قانونی و رسیدن به حقتان در دادگاه‌های ایران نیاز به وکلای جوان، پویا و خوشنام دارید. رفع مصادره املاک طبق اصل 49 قانون اساسی، کلیه دعاوی حقوقی، زمین و املاک و مستغلات، اخذ اجازه افک برای انتقال ارز از ایران و کلیه امور، ابطال سند، ابطال قرارداد، اجرای ثبت، اختلافات ثبتی، اخذ و مطالبه اجرت المثل، ارث، الزام به تنظیم سند رسمی، انحصار وراثت، تخلیه املاک مشاعی، تفکیک، افراز و تقسیم، تنظیم قراردادها، چک، حضانت فرزند، خلعیت و تخلیه. وکلایی که آگاهی کامل از قوانین جدید ایران همراه با پشتوانه و تجربه پرونده های برنده را دارد. 24/7 لویرز، 24 ساعته، 7 روز هفته در خدمت شماست. شماره تماس 818-577-77-59. توجه شما را به ادامه خبرها جلب می کنم. روز جمعه 16 تیر ماه برخی رسانه ها از کشته شدن دختری به نام زیلان ایوازی از اهالی روستای زیوه از توابع پیرانشهر با دلایل ناموسی با شلیک گلوله توسط پدرش خبر دادند. بر اساس اطلاعات منتشر شده در رسانه ها، پدر زیلان به خاطر دریافت یک SMS با کلت کمری زیلان را به قتل رساند. در گزارش تازه‌ای که اعتماد از این قتل ناموسی منتشر کرده، آمده که زیلان برخلاف آنچه در سوشال میدیا مطرح شده 15 ساله بوده و نه 18 ساله و به گفته عمویش از 3 سال قبل مجبور به ترک تحصیل شده بود. اعتماد به نقل از منابع آگاه نوشته که پدر زیلان پیش از اقدام به قتل او رفتارهای خشونت‌آمیز دیگری با زیلان و خواهر و برادرانش هم داشته و حتی با اهالی روستا هم درگیر شده بود. احمد رضا احمدی، شاعری که از او به عنوان یکی از نوآوران شعر معاصر فارسی نام میبرند، روز سه‌شنبه در سن 83 سالگی درگذشت. خبرگزاری کتاب ایران او را مؤسس و پایه‌گذار موج شعر نو و پیشگام سورئالیست در ادبیات کودکان معرفی کرده است. کتاب‌های شعر او از جمله از بارانی که دیر بارید، میبه ها طعم تکراری دارند، هزار عقاقیا در چشمان تو هیچ بود،
روزی برای تو خواهم گفت و هزار پله به دریا مانده است پر مخاطب بوده و اشعارش به زبانهای مختلفی از جمله عربی، ارمنی، انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، ایتالیایی، ژاپنی و کره‌ای ترجمه شده است. کارد ساحلی اندونزی روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک ابرنفتکش با پرچم ایران را به زن دست داشتن در حمل و نقل غیرقانونی نفت خام توقیف کرده است. به گزارش اداره امنیت دریایی اندونزی، این نفتکش با نام امتی آرمان 114 بیش از 272 هزار تن نفت خام به ارزش 304 میلیون دلار حمل می‌کرد و مدنون به انتقال نفت به کشتی دیگری بدون مجوز بود. رئیس این اداره به خبرنگاران گفت که این کشتی بعد از آنکه روز جمعه در نزدیکی دریای ناتونا در شمال اندونزی در حال انتقال نفت به یک کشتی با پرچم کامرون مشاهده شد، توقیف شد. این مقام دولت اندونزی افزود که این دو ابرنفتکش تلاش داشتند فرار کنند و در حالی که نفتکش با پرچم ایران به سمت مالزی حرکت می‌کرد، مقامات اندونزی با کمک مالزی آن را توقیف کردند. اداره امنیت دریایی اندونزی همچنین اعلام کرده است که این نفتکش مظنون به نقض سایر مقررات دریایی مانند دستکاری در سیستم شناسایی خودکار بوده است. به گفته یه رئیس این اداره، نفتکش امتی آرمان تلاش داشت موقعیت خود را در دریای سرخ نشان بدهد و بنابراین به نظر می رسد که آنها از قبل قصد بدی داشتند. جمهوری اسلامی ایران به بیانیه مشترک وزرای خارجه روسیه و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس که در پایان نشستی در مسکو منتشر شده اعتراض کرده است. در این بیانیه گفته شده که وزیران در حمایت بر حمایت خود از همه تلاش‌های صلح‌آمیز از جمله ابتکار امارات متحده عربی و تلاش‌های آن برای دستیابی به راه حلی مسالمت‌آمیز برای موضوع جزایر سگانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابو موسی از طریق مذاکرات دو جانبه ببخشید یا دیوان بین المللی دادگستری تاکید کردند و آن را مرتبط با رعایت مقررات حقوق بین الملل و منشور ملل متحد خواندند. وزارت خارجه ایران در واکنش به این بخش از بیانیه آن را مردود خوانده است. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته است که این جزایر تعلق ابدی به ایران داشته و صدور این گونه بیانیه ها با روابط دوستانه ایران و همسایگان مغایرت دارد. بنابرای گزارش ها یک شهروند افغانستان به اتهام برنامه ریزی برای یک حمله تروریستی در جمهوری آذربایجان بازداشت شده است. رسانه های جمهوری آذربایجان به نقل از سرویس امنیت دولتی این کشور گزارش دادند که بررسی ها نشان می دهد که این شهروند افغان از قبل با افراد دیگری برای برهم زدن نظم عامه، ایجاد وحشت در بین مردم و تلاش برای نفوذ بر مقامات دولتی و بین المللی به منظور انجام اقدامات تروریستی همدستی کرده است. بعضی دیگر از رسانه ها گزارش دادند که این فرد قصد حمله به سفارت اسرائیل در باکو را داشته است. مقامات این کشور تاکید کردند که این شهروند افغان در حال حاضر با پرونده اقدامات تروریستی با استفاده از سلاح گرم و اشیایی که به عنوان اسلحه استفاده می شود در بازداشت به سر می برد. بینندگان عزیز، بعد از چند پیام بازرگانی با ما باشید. هیدری لا گروپ، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و نوادا. سامان هیدری و همکاران متخصص در تصادفات و صدمات شدید بدنی از جمله اوبر، لیفت، تراک و موتورسیکلت. دفاتر سامان هیدری در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. 818-818-0707 heidarilawgroup.com. با ریسیورهای خود کلنجار نروید. جل باکس HD 500 کامل ترین و ساده ترین ریسیور اینترنتی بدون نیاز به دیش، با بیش از 800 کانال تلویزیونی به زبانهای فارسی، ارمنی، ترکی، دری، آشوری، آذری و کلیه رادیوهای فارسی زبان و بیش از 1,000,000 ساعت فیلم و سریال با وارانتی و قابل استفاده در سراسر جهان. برای سفارش با شماره 818-451-5678 همکنون تماس بگیرید. وست ساید مدیکال فارمسی در 11968 ویلشر بولوار در خدمت جامعه ایرانی. داروخانه وست ساید مدیکال به مدیریت دکتر سویل کاتوزی با همکاری تکنیسیان های مجرب و ارائه واکسن های روز.
تحویل رایگان دارو به منازل شما در همه مناطق به خصوص بیورلی هیلز، ولی، وست الی و سانتا مونیکا. دوشنبه تا جمعه 10 صبح تا 5 بعد از ظهر. تلفن 310-441-1200. داروهای گیاهی دکتر سهراب خوشبین نیز در وست ساید مدیکال فارمسی موجود است. شرکت طلوع عدالت املاک، منوچهر معتمر و همکاران با همیاری وکلای رسمی دادگستری و متخصصین املاک مصادره شده در ایران، دیگر نیاز به خروج از منزل و یا مراجعه به واشنگتن را ندارید. اخذ گذرنامه، تنظیم وکالتنامه فروش در یک هفته، تنظیم صلح نامه، انحصار وراثت و مالیات بر ارث، تنظیم وکالتنامه‌های کلی و کاری، امور بانکی، صلح عمری، فقط در یک هفته. دریافت حقوق بازنشستگی، ثبت ازدواج و طلاق ایرانی، اخذ شناسنامه و کارت ملی در اسرع وقت، اخذ مجوز افک و نقل و انتقال ارز به آمریکا. شرکت طلوع عدالت املاک. تلفن تماس 949-202-7288 949-202-7288. خبرها را دنبال میکنیم. رسانه‌های روسی گزارش می‌دهند که استانیسلاو روژسکی، فرمانده ناوگان زیردریایی روسیه در دریای سیاه، صبح روز دوشنبه هنگام دویدن در نزدیکی یک مجموعه ورزشی در شهر کراسنودار در جنوب روسیه به ضرب گلوله فردی ناشناس کشته شد. استانیسلاو روژسکی 42 ساله، همچنین معاونت فرماندهی برنامه بسیج عمومی نیروهای روس برای جنگ اوکراین را بر عهده داشت. بنا به گزارش‌ها فرد ناشناس بعد از شلیک 4 گلوله به پشت و سینه بی از محل گریخته است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این سوء قصد را بر عهده نگرفته است. به نوشته رسانه‌های اوکراینی، استانیسلاو روژسکی مسئول پرتاب موشک‌های کروز کالیبر به اهداف اوکراینی بوده و در حمله موشکی روسیه به شهر ونسیا در اوکراین هم دست داشته است. در آن حمله که جولای سال گذشته انجام شد، 23 شهروند غیر نظامی از جمله 3 کودک کشته شدند. پزشکان اسرائیلی در یک عمل جراحی توانستند سر یک کودک 12 ساله فلسطینی را که بر اثر تصادف تقریبا به طور کامل قطع شده بود پیوند بزنند. ماه گذشته این کودک در جریان یک تصادف دچار پارگی داخلی و جدا شدن سر از گردنش می شود. او با هلیکوپتر به بیمارستان هداسا در اورشلیم منتقل شد و پزشکان اسرائیلی در یک عمل پیچیده موفق به پیوند مجدد مهره‌های گردنش شدند. مدیر رولز‌رویس به خریداران اولین مدل الکتریکیش هشدار داده که اگر ماشینشان را بفروشند، برای همیشه از خرید محصولات کارخانه منع خواهند شد. تورستن مولر در مصاحبه با مجله آمریکایی کار دیلر گفت که رویز رویز قبل از قبول سفارش مشتریان پیشینه و انگیزه آنها را بررسی می کند. اسپکتر، اولین مدل کاملا الکتریکی رویز رویز، از پاییز به مشتریان تحویل داده می شود. استقبال خریداران از این مدل به حدی بوده که رویز رویز اعلام کرده که افزایش تولید این ماشین را بررسی می کند. قیمت پایه اسپکتر حدود 450 هزار دلار است، اما اکثر ماشین ها با اضافه شدن امکانات سفارشی با قیمتی بیش از 550 هزار دلار فروخته می شود. رویز رویز می گوید 40% خریداران برای اولین بار است که از این کارخانه خرید می کنند. بینندگان عزیز، به پایان بخش خبر رسیدیم. سپاسگزارم از شما عزیزان که تا این لحظه با ما همراه بودید و تشکر می کنم از همکارم در اتاق برنامه آقای شهرتی. روزگار خوشی رو براتون آرزو می کنم.